دوستان عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه دی SLFC Show، قسمی که بر شما گفته بودیم که ما یک روز البته با دوستایی که در سازمان SLFC البته ججینگ میکنه و رفرینگ میکنه و از یا صحبت میکنیم در مورد قوانین MMA بیشتر و خوبتر بتوانیم که شما را توضیحات بدیم، تشریحات بدیم و گپایی که شما البته سوالایی که شما دارین در مورد قوانین MMA داخل کیج، بیرون کیج و پالیسی های سازمان SLFC یک صحبت بسیار آزاد داشته باشیم. به این خاطر امروز در این مهمانخانه دوستا جمع شده. اول خو دو دوستای ما که در مورد قوانین MMA صحبت میکنه، استاد حیات الله خیری و استاد فرهاد زاهب است که استاد حیات الله خیری در مورد داور مرکزی زیادتر فوکس میکنه و کوشش میکنه که بر شما تشریح کنه که داور مرکزی چی صلاحیت ها داره و همچنان در مورد فاول هایی که ورزشکارا میتونه که از جلوگیری کنه و باید نزننم تشریح میکنه. و فرهاد زاهب استاد جان قند ما، البته زیاد شما نمیشناسین خو استاد فرهاد یکی از مجربترین رفری های کنار افغانستان است که در همه برنامه های سازمان SLFC کارنر جج بوده و انشالله رحمان از پیششان تابال کنم اشتباهی ندیدیم حساب نمره دادن و دیگه و دیگه، و گفته میتونیم بسیار به افتخار که یکی از بهترین های افغانستان هست در MMA و البته در صحبت های رفرینگ یا ججینگ. همچنان استاد وحیدالله شفیق، استاد سلطانی محترم سلام، و استاد ایرج، دوستای ما که از جمله فایترها امروز کت ما هست، یکی از بسیار آدم پوک است. تو بیا اینجا، تو بیا اینجا، تو بیا اینجا، ما بر بیا تو اینجا. ای آدم هر جایی که رفته ای آدم کلگیتان مشناسین. سلام باشین، بیش 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 ای آدم کلگیتان مشناسین. ما اینجا برنامه را شروع کردیم، این وقت تلفن کت کسی گپ میزد؟ نه گپ نمیزدم استاد زمان، گپای شما را گذاشتم ماکس آورده ای که به خاطر میوه خشک نخوره. دوستای عزیز گفتم یک فضای دوستانه هست و همچنان یک فضای هست که میخواییم که معلومات بیشتر بسازیم و از MMA شما کلگیتان بهتر یک فهم داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد وحیدالله نژاد، شما میتونین پس تلفن صحبت کنین. سلامت باشین. فکر میکنم که کدام نامزاد نامزاد پیدا کرده امروز در این روزا، یک ذره وضعیتاش گردوار است. خب برنامه را شروع میکنیم. استاد خیری سلام و خوش آمدید به برنامه. سلام و عرض ادب خدا تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و چنل یوتیوب SLFC Show در خدمت شما هستیم. تشکر استاد زاهب، سلام بر شما هم. سلام استاد گرامی و جوانان عزیز، امیدوار هستم که از گزند روزگار در امان باشم، در خدمت شما و همه اساتید عزیز قرار دارم. تشکر. ولی من از هیر گرفتی اینجا استاد، بسیار ادبیاتت بالا هست، من بسیار آزادانه صحبت میکنم. شروع میکنیم از استاد خیری. استاد عزیز زمین اواخر ما و شما زیاد بحث های MMA دیدیم در داخل افغانستان و زیادتر مردم البته معلومات در مورد داوری MMA نمیفهمن، قوانین MMA را درست درک نمیکنه، پس اعتراض میکنه. از این که ما هر کدامشان یکه جواب بتیم و بگویم نه درست شما درست نمیگیم، ما فکر کردیم بهتر است که یک دفعه بپردازیم سر کل قوانین MMA و آزادانه صحبت کنیم. اینجا دوستای ما که از ورزشکارا هست، استاد روح الله محمدی آمده، پهلوان فائق هم هست همراه ما، توریاله هست و همچنان اساق زاده هست از هرات، سمی جان رحیمی هست و خوشحال جان هست، همچنان نصرالله توخی، ای همه بچه های هسته که زیادترشان در دور سیزده شب نبرد مسابقه داره. ما گفتیم بهتر است که یام بیاین یک دفعه آزادانه صحبت کنن در مورد یکان چیزا اگر سوالی داشته باشن، چون که در می اواخر بسیار سوالات ذهن مردم آمده. استاد خیری اول از پیش شما پرسان میکنم، میره به یک ترتیب پیش میریم استاد، رقمی که مردم در تلویزیون میبینه این همی برنامه را. بله. پس شروع میکنیم وقتی که یک ورزشکار داخل تالار میشه، قفس نی البته داخل تالار میشه، بله، زیادتر وقت اون کامره داخل رینگ نمی باشه و چی فعالیتی که امی داور مرکزی داره در اون وقتی که یا داخل میشه، اگر او رو تشریح کنین در اون وقت اگر شما رفری باشین شما باید چی کنین داخل رینگ؟ خود دقیق من می سوال تانه جواب بتم دیگه. قبل از اینکه فایتر داخل میشه، داور وسط داخل کیج که میشه، اولین کار را که میکنه امو فضایی که فایترها فایت میکنه، اول رو یک چک بررسی میکنه، میشه که مثلا
در فایت اول اگه باشه که در فایت اول شاید کم چیز منظم باشه و مرتب باشه و باز هم یک چک خود میکنه کدام جای پارگی چیزی نباشه که پای فایتر بند نمونه و بالشتکار یک چک میکنه قسمت های قفس یک دفعه معلومات میکنه از نظر خاطر میکنه بعد از او میره در جایی که وظیفه شان است که اونجا باید استاد شود اونجا استاد میشه تا زمانی که فایتر بیه. درست در این وقت فایتر میایه و در جای میرسه که یک داور دیگه هم هست که به تلاشی آمده میشه. بله. اگر میتوانین بفهمانین که همین داوری که تلاشی میکنه یا چربکاری میکنه وظیفه از یا چی است؟ خب در اول که تلاشی میشن همین قسمت های دوربر نیکر از اینو تلاشی میشه و بیزبندشون چک میشه بیزبند دارن. خب بعضی از دوستا مثلا شاید چیزایی مثلا تلاشی میشه گرچه تا هنوز همچین کار صورت نگرفته خب باز هم بر از اینکه مطمئن شود که خب میفهمین که شرایط خراب است و اکثر فایترها میشه که مثلا با یک ذهنیت دیگه داخل شده باشه با یک فکر دیگه اندیشه دیگه داخل شده باشه گرچه اکثر فایترهای ما هستن از اخلاق خوب برخوردار هستن خب باز هم تلاشی مهم است که قسمت های بدن از اینا تلاشی شوه و ناخونای از اینا چک شوه ناخونای پایشان دیده شوه دیگه پسا بیزبندشان چک شوه که بیزبند داشته باشن این تلاشی را اینا میکنه و میرن طرف چربکار کسی که رویش مثلا واسلین میزنم قسمت های زیر چشم سرای ابرو که پارگی پیدا نکنه قسمت های بینی چرب میشه و این قسمت های شقیقه بس این چرا چرب میشه استاد؟ خب در زمانی که قبل از او اکثر فایترها که فایت میکنن نیم ساعت یا 20 دقیقه که مثلا دماغ خود مساج میتای قسمت ها را خود از اینا ای کارا را انجام میدن فایترای پروفشنال چرا این قسمت های قذروف بینی که هستک باید نرم شوه داخل از این باید کاملا چرب شوه و این قسمت ها اکثرا پارگی پیدا میکنه یعنی زمانی که مشت میخوره اگر خشک باشه یعنی آسیب دیدگی شدید پیدا میکنه و چه میشه که در زمان خوش بودن اگر گرچه مثلا در زمان که چرب میشه مشت میخوره پارگی پیدا میکنه ولی به او اندازه نمیباشه که مثلا حالت خشک میباشه که مثلا هم پارگی میدوه یعنی حرکت میکنه و به اندازه زیاد باز میشه این اکثریت از حوادثی که مثلا نباید خطرناک شوه از او یک ذره جلوگیری میکنه. خب فایتر داخل رینگ شد البته داخل کیج شد فایتر اول آمد در جای خود باز یک نمایش است که شما میبینین کامرا دور و گرد کت فایتر میره و فایتر کارهای نمایشی خود میکنه از اونجا باز اکثر دیدین که داور یا رفری داخل رینگ برشان میگه یا شما در کارنرتون استارت شوین درست است؟ همه یک فایتر دوم هم انیمی پروسه را تکمیل میکنه و داخل میاد داخل کیج هر دو فایترها داخل کیج شدن کیج بسته شد استاد از اینجا برای ما بگوین که یک رفری MMA باید چی بکنه و چی رقم مسابقه را پیش ببره چی صلاحیت داره و من یکی اگه از پیش تو ما در بخش های مختلف صلاحیت های رفری پرسان میکنم اولین کاری که بعد از این که کیج بسته میشه شما چی میکنین؟ اولین کاری که کیج بسته میشه ما فایتر طرف سرخ و طرف آبی را میخواییم و در اون زمان طبعا انونسر هم میباشم رای ما برشان گفته میشه قوانین گرچه برش قوانین قبلا گفته شده ولی برشان یادآور میشیم که قوانین برای شما گفته شده فاول 90 درجه باز هم چیزایی که مثلا خطرناک میباشه و باعث از این میشه که اینا از فایت دیسکوالیفای شوه یعنی از فایت اینا ما ایره اخراج کنیم چیزایی که برای خودش خطرساز میباشه برای فایترها ما ایره باز یک یادآور میشیم برشان که 90 درجه نزن آرنج نزنن و از پنجره ما کم نگیرن در ستون فقرات در بیزه فاول زده نشه در با استاپ یا استارت که فایتر برشان میگه داور وسط برشان میگه در این توجه داشته باشن ایره برشان یک یادآور میشیم برشان چانس خوب میخوایم بریم در کارنرهای خودتان و انانسر بیرون میشه زنگ طرف تایمر مثلا ما اشاره میتیم که بازیش آماده هستین بازی رو ما شروع میکنیم یعنی کاملا شما حال اختیار کیج شما دارید بله زمانی که دروازه بسته شد داور وسط عام صلاحیت داخل قفس هم داشته باشه گرچه دوستا همه فایترها که هست بار تکرارا کچار قوانین MMA کار میشه خو یک مسئولیت هست که باید این مسئولیت داخل کیج خود رفری یک دفعه تکرار کنه چون که اگر کدام گپ میشه اگر کدام کار میشه که او جنبه قانونی دا داشته باشه داور مرکزی باید عدم مسئولیت ده او حفظ کنه پس به این خاطر یک بار دگان برای فایترها گفته میشه که شما قوانین MMA را میفهمین ما میخواییم که شما یک فایت بدون فاول فایت پاک داشته باشین باید. که عدم مسئولیت است که یک داور باید در داخل کیج بکنه استاد آمدیم فایت شروع میشه شما برای
اردو فایترها میگن فایت. بله. حالا فایترها فایت شروع میکنن. آیا رفری میدان متوجه از این میباشه که کی مشت میزنه و کی لغت میزنه و کی چقدر نمره گرفت یا خیر؟ رفری میدان اصلا مربوطش نمره شده نمیتونه، چرا از صلاحیت خودش نیست، مربوط از اونو نمیشه، مربوط داورای کنار میشه که نمره باید بتن. رفری میدان میتونم براتون بگویم که متوجه فاولا میباشه، متوجه از این میباشه که در ماوتپیسشان در زمین نفته، متوجه از این میباشه که فایتر در کدام وضعیت است، از وضعیت فایتر، از حالت صحی از او باید بسیار با خبر باشه که فایتر از بهشان آسیب نبینه. ای صلاحیت رفری وسط است دیگه، میتونه بر از او تایمی که مثلا پوره میشه و در کدام تایم مثلا تایم پوره میشه 10 ثانیه پیش از او باید امرای تایم باید فکس باشه که مثلا تایم امی 5 دقیقه پوره میشه باید بازی استاپ شوه. استاد یکان تا میگه که MMA خشن است و البته دو فایترایی که داخل کیج میشه یا آسیب خو میبینن به خاطر زنمی داخل شدن یا میزنن مشت وار میکنن آرنج وار میکنن، وقتی که میگیم آسیب نمینه آیا مانایتان این است که آسیبی که البته بیشتر از اون نیازش نیست باید نبینه؟ مثلا من یک چیز را براتون یادآور میشم، یک فایتر در یکی از سازمانهای افغانستان چند وقت پیش برگزار شد، فایت رفته بود فایتر در بالای در فول ماونتش رفت، پای خود در ترنگل انداخت در گردن از او، در اینجا داور میبینه در یک وضعیت خراب فایتر قرار گرفته، یک آرنج اصابت کرد، میبینه در یک وضعیت است که اگر دومش بزنه او فایتر هیچ کار نمیکنه، فقط مثل که یک حالت خیلی خطرناک برای مثلا طرف مقابل و مثل که صورتشان مثل یک حالت زمزگ یا مثل یک لاب براتون قرار بتین و یک آرنج بسیار گرنگ بزنه که احتمال داره به حیات از او فایتر ضرر برسونه. اینجا داور وسط از تجربه خود باید استفاده کنه که فایت باید نمانه که آرنج دوم سوم که حتی سوم آرنج دو اصابه کرد چهارمش اصابت کرد و فایتر یک شوک به بدن از او آمد، یک حالت شد که مثلا شاید تا فعلا هم حالت نرمال نداشته باشه اون فایتر. خب میایم سر از اونمو گپ که استراپجا چی وقت میشه و چی وقت داور حق داره که مسابقه را استارت کنه. استاد میایم سر فاولای عمده ام ام ای. زیاد مردم دای فکر هستن که ام ام ای یک زیاد مردم میره فری فایت میگن، البته این لغت فری فایت وقتای اولی که یو اف سی شروع شده بود به اینمی البته نام یاد می شد، اینمی فایت ها فری فایت می گفتن. خب حال او کاملا تغییر کرده، کس دیگه در جهان ایره فری فایت نمیگن، فری فایت یعنی فایت آزاد یا مبارزات آزاد دیگه، این تایتل یا این نام برای مسابقات ام ام ای نمیده کسی. در اون وقت البته کسی دسکش هم نداشت، میتونستن که از کلام استفاده کنند، بسیار قوانین بود که بسیار نزدیک برای یک مبارزه آزاد بود. خب ام ام ای یک مبارزه آزاد نیست، ام ام ای خیلی زیاد قوانین داره و خیلی زیاد فاول داره. بیاین از استاد پرسان کنین فاولای عمده ام ام ای چی است استاد؟ فاولای عمده ام ام ای رو میخوایم براتون بگویم و تشریح کنیم که دوستای ذره مطالعه شون. بعض وقتا بعض فایترها هست، مثلا شاید فایتر شما مشاهده کرده باشین که همین آرنج را که ما میگیم از 90 درجه نباید بخوره، در کدام قسمت ها نباید بخوره، او قسمت ها را براتون ما اشاره میتونم. قسمت فرق سر باید مستقیم آرنج از بالا یعنی 90 درجه مستقیم مثل یک حالت مثل یک میخ میکوبین. اگر استاده باشه. آله درست استاده باشه بزنین و در حالت خوابیده هم در روی سینه نشستین از حالت بالا کش میکنین آرنج میزنین، درست است؟ از حالت بالا مستقیم کش میکنین 90 درجه آرنج میزنین. و قسمت ایزی که مثلا در چشم کلک انداختن، در بینی، در گوش، در دهن، در این قسمت ها فشار دادن، دو کلک فشار دادن، یک کلک فشار دادن، مفصل های خرد در بیزه ضربه زدن، این چیزایی است که در یا ستون فقرات مکمل مورای وسط کمر مستقیم آرنج زدن، این خلاف مفصل مثلا حالت خلاف مفصل که مثلا خلاف جهت مثل این قسمت و به این قسمت که مثلا روبری استاد می باشین لگت می زنین که زانو پشت سر قاط نمیشه، این شما لگت می زنین این شاید در تمام دنیا فاول گفتن و بالای از این کارم شده، زانو ضربه می خوره بالای این قسمت ولی در روی زانو مستقیم که بخواین ضربه بزنین خلاف مفصل این را فاول میگن. درست او یک بحثی هست، البته انوزم که چون که در سازمان SLFC ما این را فاول قرار دادیم، یک بحثی هست که این بحث آزاد هست. The Unified Mixed Martial Arts Rules که اصلا این را قید نمی کنه که شما یک لغت بزنین که او
رقمی که استاد خیری گفت که خلاف مفصل باشه و یک آسیب خیلی زیاد بتوانه که سر حریفتان وارد کنه، چون که این حرکت خیلی زیاد خطرناک است، سازمان SLFC حرکت بند کرده. به این خاطر استاد خیری بر شما تشریح کرد که این یک فاول است در سازمان SLFC. البته در UFC و در دیگه در سازمان بریو هم ما رفتیم در سمینارشان بند بوده این حرکت. در UFC آزاد است. خب این حرکت خود ورزشکارا استفاده نمی کنه، چون که اخلاق ورزشی دارن، اخلاق ورزشی دارن که یا نمی خواهند که از خود مسابقه که زیاد یک آدم آسیب ببینه و ضرورت از این نیست. چی فایده که یک نفر شما پایش بشکنانین و کل عمر زو آدم خراب شود. یک اخلاق ورزشی است که زیادتر فایترا از این رقم حرکات که است استفاده نمی کنه. ما زیاد دیدیم کانر مگرگر سویپ می زنه، پای قطع می شه، اکانتا می کنه، اکانتا نمی کنه، سازمان SLFC اجازه نمی ده. خب استاد، در مورد فاولا می آیم، اگر یک ورزشکار داخل رینگ یک فاول میزنه، چی قصدن باشه چی قصدن نباشه و جانب مقابلش مفته، دیگه ادامه دادن میتونه بازی ره. اینجا رول داور مرکزی چی است و چی رقم باید قضاوت کنه استاد؟ خب اکثریت وقت فاول که صورت میگیره، ما بیشتر برتون اشاره میکنم که بعضی وقتا فایترها که فایت میکنن زیادتر وقت فاول در بیزه صورت میگیره، یعنی اون ضربه اونجا میخوره، یا اینکه قصدن میباشه یا اینکه مثلا ساون میباشه. اگر قصدن میزنن مثلا ما میبینیم که مثلا طرف مقابل قصدن این کار کرده، ما طرف مقابل دیسکوالیفای میکنیم و از بازی اخراجش میکنیم. اگر این کار ساون صورت میگیره، ما بر طرف مقابل، بر جانب مقابل کسی که یمی ضربه را مثلا متضرر شده و خورده، اینجا ما بر از او 5 دقیقه وقت میتیم. بعد از 5 دقیقه قوانین سازمان SLFC 2 دقیقه وقت دیگه بر از میته که میشه 7 دقیقه. اگر سر پای استاد نشد، یعنی آماده بازی نبود، اینجا ما چی میکنیم؟ اگر در راوند اول چنین کار صورت بگیره، خب ما بازی را نو کانتست اعلان میکنیم، میبینیم طرف مقابل ادامه بازی دادن نمیتونه، بازی نو کانتست میشه، بدون نتیجه بازی اعلان میشه و هیچ کسی دستش بلند جا نمیشه و کسی از امتیاز هم برخوردار نمیباشه. اگر این کار در راوند دوم صورت میگیره یا در راوند سوم یا چهارم یا پنجم صورت میگیره، اینجا ما میریم بازی استاپ میشه، داورای کنار مثلا ما ججا را امتیازش جمع میکنیم، میبینیم که دست کدام از اینا امتیازشان بلند است، مطابق از اونمو بازی اعلان میشه. فرض مثال یک ورزشکار است، دو راوند اول خود خوب پیش برده و اندکترین یک ضربه میبینه، یک فاول می چی او دبیزه خورده باشه، چی یک آرنج خورده باشه از بالا، چی یک فاول جزئی دیگه یک باشه، یک فاول که در قانون MMA مثلا خلاف است، مثلا خلاف است، او را بهانه کرده، میگه دیگه من نمیتونم این مسابقه را پیش ببرم. اینجا باز رول شما چی است؟ اینجا ما طرف مقابل میبینیم که حالا هر کی باشه، میبینیم که مثلا بازی رو ادامه دادن نمیتونه و میبینیم که اندک اوقدر مثلا امو آسیب دیدگی از اینا اوقدر جدی هم نیست، اینجا ما بازی رو نو کانتست اعلان میکنیم، یعنی بدون نتیجه. صلاحیت داور وسط است که بازی نو کانتست شوه. این قانون خود سازمان SLFC ماست، بالای از این کار کردیم و دیدیم اکثر بازیکنای ما را در بازی‌های قبلی شما مشاهده کردین که دو راوند بازی را برده یا یک راوند برده، ولی متاسفانه در وادی آخر سر صدایشان برآمده و ما فهمیدیم که او قدر آسیب دیدگی شدید هم نداشته، ولی مثلا از رینگ برآمده و سر صدایش برآمده و در اینجا باید داور وسط بازی را نو کانتست اعلان کنه بدون کدام نتیجه، نه طرف مقابل که مثلا همین کار انجام داده و طرف مقابل که متضرر شده. اینا هیچ امتیاز نداره. چند تا مسابقه را ما البته شاهدش بودیم، در شب نبردم شاهدش بودیم که دو راوند یکی از ورزشکارا خوب درخشیده پیش رفته، میفهمیده که نمراتشان زیاد است، راوند سه البته کم شیمگی بود یا نمیتونیست یا حریفشان که هست سرشان یا احساس کرده که من این راوند میشه که ببازم، در این راوند شاید ناکاوت شون، شاید بسته شون و اندکترین فاولی که کده کسی که پیش بوده باز بانجویی کده، گفته ما پیش بردن نمیتونم مسابقه را. در این حالت باز چون قانون SLFC هست، ما باز نو کانتست اعلان میکنیم، ما نمیخواهیم که از همچون فاول های خرد و ریزه یک کس بهانه کرده مسابقه را البته طرف خود کش کنه. این یک تفاوتی است، تفاوت قانونی است که در بین سازمان SLFC و سایر سازمان های جهان یک کم متفاوت هست. تشکر استاد از اینکه شما ای را تشریح کردین. استاد در مورد یکان فاولای دگی که زیاد مردم نمیفهمن این موضوعات، فایترهای MMA البته حق ندارن که از کیج بگیرن، بله. خب باز هم ما دیدیم که خیلی زیاد از اینمی کیج
فایترها میگیرن. و ما دیدیم که البته استاد مومند یکان تا رو بیخینده دستشان قفاق زده گفته گفته ایلاکو. اینجا چرا باید یک فایتر از کیج نگیره؟ و ما این فاول مردم بسیار طرف یک فاول جزی فکر میکنه، خب این فاول بسیار فاول کلان است و میتونه که سرنوشت یک مسابقه رو بیخین تغییر بده. در کدام حالتی هست که از تذکر میبرایه داور مرکزی و اموک از کیج گرفتن دیسکوالیفای میشه یا یک پوینت کم میکنه؟ ما دیدیم واحد نژند دیدیم اینه میشه شیشته از کیج زیاد میگیره، کجا رفت هستن آست. واحد نژند دیدیم که زیادتر از کیج استفاده میکنه میگیره و خیلی زیاد تذکرم برش داده شده. کدام وقتش هست که داور باید امو تذکر ایلا کرده یک پوینت کم کنه؟ خب بعض وقتا ما چون بعض فایتارم در سازمانهای دیگه که میبینم یا در یوتیوب یا در اینستاگرام میبینم، اکثریت فایترات میبینین که در ملازه که میخواه بخیزه یک کمک میخواه بگیره از کیج، داور بر از او اشاره میکنه که کیج ایلا کو. یک بار برش میگه، دو بار برش میگه، بار دوم. این حرکت هایی است که شاید ساده است در MMA، اکثر وقت فایترا میخواه یک کمک، یک لحظه برای یک صدم ثانیه هم که شده بعد یک لحظه میخواه یک کار انجام بده. در اینجا داور صلاحیت داره که بازی را استاپ کنه و دست از زیر بگیره. بعد همین کار است که دینم اینجا یک نمره از زیر، یعنی از ام راوند مکمل راوند از زیر یک نمره از زیر کات کنه و برش بگه که این کار انجام نته، این کار تذکر نیست. دست اگر تکیه بده خو فاول، فاول است یا نیست استاد؟ تکیه؟ دست اگر تکیه کنه پشت کیج ای فاول خو نیست. اصلا ما برتون میخوایم میره بگیم اصلا تچ کردن با کیج، یعنی که شما دست با کیج تکیه میتین، طبعا حالا این کجا که ثابت کرده میتونه بگه من دست خود تکیه داده بودم. نه خو زیاد فایترا رو ما دیدیم که از چی استفاده میکنن، از پنجره استفاده میکنن، خود کش میکنه. خب بعضیا پای خودم در کیج مثلا میزنن کمک تیله میتن، این فاول ما گرفته نمیتونیم. بله. درست است. فقط اینمی که اگر از کیج چنگ کنین، بعض وقتا براتون میگم مثلا شما گفتین که در کدام زمان دیسکوالیفای میشه، مثلا طرف مقابل رفت میکنه، طرف مثلا حریف خود میگیره بلند میکنه، میخواد یک ریورسال کنه بزنه به زمین. درست است. در این حالت ما اکثرا تو وقت دیدیم که فایترایی که دمی زمین که خورده دمی زمین، این هم حالت بر شاید برای 2 ثانیه یا 3 ثانیه اصلا نفهمیده که من در کدام فضا هستم و در کجا هستم. یک گنگسیت سر زو اومده، یعنی یا بعضی دمو خوردن خطرناک است، دمو خوردن بعضی ها بخی نکاوت شده، بعضی ها مثلا که خورده حتی برای 2 ثانیه خودت پیدا نکده، بعد از او یک دو دانه مشک خورده نکاوت شده. این کار را که مثلا مرا بلند کرده یا مثلا طرف مقابل فایت میکنه بلند میکنه، این دمو زمانی که ریورسال میکنه میزنه کیج میخواد ماکم بگیره و مانع از این حرکت از یادم میشه. در اینجا داور وسط این صلاحیت داره که بازی را استاپ کنه، بازی را استاپ کنه، چون خوب ماکم گرفته بازی را استاپ کنه و طرف مقابل به کلی دیسکوالیفای کنه. یعنی یک مسابقه ما دیدیم که در مسابقه سمی فیزی که در SFL داشت همچنین، بله در SFL یک بازی امرا یک با فایتر آمریکایی داشت که داور وسط همین تصمیم گرفت که میخواست ایره در زمین بزنه و این از کیج ماکم گرفت و دایرکت بازی را استاپ کرد و طرف مقابل که سمی فیزی بود دیسکوالیفای شد. درست استاد. وقتی که راوند در راوند بین راوندا یک راوند تکمیل شد، وقفه آمد، وقفه یک دقیقه است، اینجا داور مرکزی چی کارا را باید بکنه استاد؟ ببخشید من کمک مطلبتان نگرفت. در بین راوند ها وقفه که می آید مسئولیت در ختم راوند مسئولیت در بریک منظورتان است. در اینجا داور وسط می تواند که مثلا ججا را مثلا امی کسایی که می آید اوداریشان را می کنه یا می تواند برتان بگویم که کوچنگشان را می کنه، از اینا با خبر می باشه و کوشش کنن که زمین تر نکنن و 10 ثانیه یا الا 15 ثانیه پیش از فایت، پیش از اینکه مثلا تایم از یا پوره شوه، باید فایترها را مثلا رخصت کنه که فکس سر تایم 1 دقیقه یا 58 ثانیه باید اینا آماده فایت باشن و متوجه باشه که فایترها مثلا در سر چوکی باشن و از اینکه مثلا سرشان او نریزن، بعضی ها مثلا او در قسمت ها خالی میکنه یا بعضی ها که مثلا او امرای دهن خود پف میکنه و صورت از او، از این چیزا جلوگیری کنه. دوستان عزیز، ای انتقاد خیلی زیاد شده و متاسفانه سازمان SLFC هم تابال نتوانسته که جلوگیری از اینمی موضوع را بکنه. خب یک چیز میخواهیم که امروز به اعلان برسانیم که سر از اینمی یک تصمیم خیلی جدی سازمان SLFC گرفته با داورا میگم ببخشین، با کوچا و دارای فایترایی که داخل رینگ میایه، اگر دیده شد که یا زیاد از او استفاده میکنن و خود مت تر میکنن یا کارایی میکنن که استاد حیات الله خیری گفت که باید نشه، اگر دیده شوه که اینمی کارا را کارنرتان میکنه و قصدن میکنه
که میدان تر شوه براتان در راوند اول اخطار داده میشه، در راوند دو مستقیم از پیش شما پوینت کت میشه. بعد از این هیچ اصلا داورا را، کل داورای مرکزی را ما گفتیم که این یک تغییر نیست. خب بعد از این سازمان SLFC سر از این بسیار به شدت البته کار میکنه و داورا را هم حق داده که شما میتوانین که به خاطر کارنرشان که او استفاده میکنه و میدان تر میکنه پوینتشان را جای با جای منفی کنین، که ایرام بر شما امروز از طریق برنامه خود رساندیم و فایترام اینجا هستن، زیادتر فایترهایی که البته دور 13 مسابقه دارن امروز حضور دارن که فایترام بفهمه که اگر کارنرتان او میریزه، چون که ما دیدیم زیاد مردم لخشیدن فایت درست پیش نرفته و این سرنوشت سازم میشه در یک حرکت که اگر یک فایتر میلخشه و از او استفاده کرده نفر دیگه میبره، پس یک پوینتتان منفی میشه. او داراتان بگوین، کارنر مینایتان بگوین که از او زیاد استفاده نکنه، در دانتان از دان خود پف نکنه. یک موضوع کرونا است، دوم که است او را کنترلش شما ندارین، طبیعیه که او در میدان میرزه و مردم میتونند که بلخشه. یک چیز دیگر هم اشاره میکردم، شاید که خودتان و یادتان باشه، بالای ماوت پیس گپ میزدیم که در کدام زمان مثلا ماوت پیس که میفته برای بار اول دوم و داور وسط کدام کارا رو انجام میده که او فایتر یا نمرش کات میشه یا برای دو سوم بار یا چهارم باری که مثلا برای وقت داده میشه و در کدام زمان فایتر دیسکوالیفای میشه. بعضی فایترها هست که مثلا راوند اول فایت میکنن، در مو جریان فایت یا یک مشت میخوره یا یک آرنج میخوره یا مثلا یک مشت یک قسمت شاسی مثلا ضربه میخوره، باعث از این میشه که ماوتپیس پایین میفته. در بسیاری فایت ها شما دیدین این خود داور وسط میبینه که همون حالت صورت گرفته و میبینه که در حالت اینا در حالت فایت هستن یا در حالت همون مبارزه هستن، اینجا فایت از اینا رو کات کرده نمیتونه، متوجه میباشه که در کدام قسمت ماوتپیس افتاده و میره از اون ساحه اینا رو کنترل کرده، ماوتپیسشان رو میورداره و متوجه از این میباشه که در کدام زمان اینا کمتر از یک ثانیه یا یک ثانیه براتون بگیم فاصله یک بین از اینا ایجاد میشه، داور عاجل داخل میشه و فایت استاپ میکنه، تایم قید میکنه، ماوتپیس از زیر برشان میته، دوباره فایت از اون فضا استارت میکنه. و بعضی از فایترها هست که مثلا در راوند اول ماوتپیس مندازه، بار دوم مثلا شاید 10 ثانیه بعد 15 ثانیه بعد یا کمبود احساس میکنه که من انرژی خوب ندارم یا احساس خطر میکنه از ظریف خود یا در یک فضای قرار میگیره که مثلا میگه باشم این کارم میکنم که بار داوری رستاب بگه که در این فضای خراب ما برابر شدیم. در اینجا ما چیکار میکنیم؟ مثلا بار اولش خود توسط ضربه بود که چیز طبیعی است، بار دومش که میفهمم این قصدن ایر انداخته برش یک تذکر میتم و برش میگم تذکر برش میتم میگم که شما ماوتپیستون رو نندازین، بار دوم برشان تذکر میتم و بار سوم اگر چنین کار صورت میگیره دایرکت ما، یعنی این کار اونقدر جدی نیست که ما بخوایم این فایتر رو دیسکوالیفای کنم بکشم، اختاریه میتم برشان یک نمره شان توسط داورا نمره بسته راوند از اینا رو یک نمره گرفتن در ام ام شاید بسیار مشکل باشه، چرا تمام از این نمره باعث از این میشه که حرکات مؤثر انجام بدی که یک نمره رو بتونه بر تو برسه، یعنی این حرکت شده نمیتونه ببخشین استاد یه حرکت شده نمیتونه که مثلا بگیم یک تاچ کرد نه صحیح نمیزنه، یعنی یک حرکتی که مثلا یک مثلا یک سر پات میزنین ضربه یا لگد مثلا بوشکیک میزنین یا یک زانو میزنین یا یک البوی خوب میزنین یا یک مشت راست میزنین آکن میزنین، این حرکت باشه که مثلا عریفه امی سیستم بدن از اون تغییر بده در حالت مثلا، یعنی یک پای میزنین یک شوکه برش وارد شوه این یک نمره داره. این شده نمیتونه که مثلا ما به شکل مثلا تکواندو مثل ضربات امتیازی داره، او در ام ام ای نیست. خب خیر او را باز کرده استاد فرهاد صاحب در موردش گپ میزنه. اینجا نه درست، ما میایم بالای از همین ماوت پیس میایم، اینجا ما میگیریم یک نمره از اینا را کات میکنیم. هدف ما ازی بود که یعنی یک نمره تان که کات شد گرفتن از یک نمره بسیار مشکل شاید برشان تمام شوه و در اینجا باید فایترها متوجه باشن که ماوت پیس خودا بارها تکرار در زمین نندازه، احتمال داره که شاید ما تا دو بار سه بار بر از اینا مثلا وقت بتیم شاید هم که نتیم، این مربوط داور وسط میشه، بار دیگه مثلا فایتر ما دیسکوالیفای کنیم که دیگه بازی بیخی استاپ شوه و میبینیم که بازی را اخلال میکنه. ماوت پیس به خاطر از این بسیار زیاد مهم است دوستای عزیز، یک که محافظت دندانای خود فایتر میکنه، که هر سازمان چی و دولتی باشه چی و شخصی باشه باید متوجه باشه که از چیزی که نیاز است از او کده زیاد باید ورزشکارهایشان که هسته در خطر نباشن.
گفت. و دوم گپ ماوت پیسی است، وقتی در سبمیشن بسته کردن شما اگر ماوت پیس نداشته باشین یک کم آسان تر میشه بر شما که شما نفس بکشین. وقتی که شما خسته باشین و ماوت پیس ددانتان نباشه آسان تر است که نفس بکشین. ماوت پیس که ددان آدم باشه نفس کشیدن کم میشه، اکسیژن کم میره داخل. ماوت پیس که بیرون باشه نفس کشیدن آسان است، اکسیژن زیاد داخل میره. و همچنان در حساب سبمیشن های تراینگل چوک و همچنان دیگه سبمیشن هایی که علاشهتان قید میکنه یا گردنتان قید میکنه، نبودن ماوت پیس یک کم ادوانتج برای فایتر میده که نفس کشیده بتانه و تا دیره تسلیم نشه. به این خاطر ماوت پیس خیلی زیاد مهم است. خب استاد فرهاد، گپای ما استاد خیری طولانی شد، خب موضوعات زیاده، هنوزم به بسیاری موضوعات نپرداختیم. خدا کنه که دوستا از پیششان سوال کنه که یکان موضوعاتی که ما دیگه نمیخواستم که بس طولانی شوه. استاد شما یک کارنر ججی هستین که خیلی وقت میشه، دو سه سال میشه البته در برنامه های شب نبرد و همچنان در برنامه های آماتور یک کارنر ججی خیلی موفق هستین شما. کار کارنر جج چی است و امی سیستم نمره دادن MMA چی است؟ امیر تشریح کنین که این خیلی یک بحث کلانه است و زیادتر مردم نمیفهمه که چرا یک حریف برد، غیر از اینکه ببینه اگر مسابقه خیلی نزدیک باشه زیادتر مردم گفته نمیتونه که چرا فلان برد یا چرا فلان باخت. اگر مسابقه یک طرف باشه خب هر کسی میتونه بگه که نفر مقابل ضعیف بود. استاد کار شما چقدر مغلق است؟ چی کارا را باید شما بکنین و چی رقم شما نمره میتین تا که سرنوشت مسابقه را معلوم کنین؟ سلام با شما عموما حاضرین. طور که شما سوال کردین پیش از اینکه ما در قسمت نمرادی بیایم، ما میخواییم که بگم یک داور کنار باید ملبس با لباس یا یونیفرم منظم امو سازمان باید باشه که مشخص از تماشاچی ها شوند. بعدا میایم سر برگه که با در قسمت برگه باید ما اسم فایتر و مو کارنر سرخ است یا بی است، این رو باید ما به اصطلاح درج کنیم یا بنویسیم و بعدا وقتی که مسابقه شروع میشه ما میم سر نمرات. البته نمرات یک ورزشکار، دو ورزشکار که فایت میکنه اینجا امو حرکات موثره که یک ورزشکار بالای دیگه ورزشکار استعمال میکنه، مثلا مشت موثر، لگت موثر یا پرتاب ایچه موثر بله. موثر چی است؟ موثر مثلا ما ریفا کتموش میزنیم یک تکان میخوره یک قدم یا دو قدم پشت سر میره. ما دارو میتونی استاد خیری را بزنین که ما بخواهیم؟ مثلا استاد هم یک مش میزنم به این شکلی، خب واضح است که هم یک تکان خورد یعنی وجود از این یا در قسمت روش یا در سینه میخوری یا پرکت مثلا در قسمت های شکم یا سینه میخوری، خب واقعا که ورزشکار یک عکس العمل نشان میده مقابل اینجا واضح میشه. اگر مثلا بسیار آهسته بود یا تو او قدر موثریت نداره یا استاد خیری کیوکوشین کار است، خوب بدن سازی هم داره، میتونین به زورم بزنین، خب درد احساس نمیشه به خاطر خوب ورزشکارا عموما هم میفهمه یعنی امو امتیاز به اساس لگت موثر، پرتاب موثر و یا مشت موثر برای یک ورزشکار داده میشه که البته یک پوینت برشان ما میتیم. خب استاد محترم، در حساب پوینت سیستم میاییم که مسابقات MMA زیادتر وقت 10-9, 10-8 و 10-7 کسی که برنده است او همیشه 10 میگیره، کسی که بازنده است او میتونه که 9 بگیره و میتونه 8 بگیره. شما گفتین حالا اینجا یک کم کنفیوژن است. شما گفتین هر مشت موثر یک نمره داره، بله صحیح است؟ یعنی شما باید 10 تا مشتای موثر بزنین، 10 تا تیک داون کنین که 10 نمره بگیرین، یا این سیستم یک ذره شما اگر برای من بتانین که تشریح کنین. من میفهمم این سیستم، میخوایم که به میدینده های خود تشریح کنیم که اگر شما 10 نو میتین یا برنده تان همیشه 10 هست، بازنده تان یا 9 یا 8 هست چی مانا میتین و این به تفاوت چی، یعنی به نظر داشتی چی ده داده میشه؟ شما اول گفتین یک مشت موثر یک پوینت است. حالا این پوینت سیستمه، من اگر ده مشت بزنم یعنی من مسابقه را بردم؟ اینطور است یا خیر؟ نه خیر. مثلا دو فایتر با هم فایت میکنن، فایترها حرکات یا مشت و لگت یا پرتاب موثر انجام میدن.
هدف ما دیگه است که طور که شما گفتین که مثلا 10 پوینت زده میره موجا میرسانیم. نه ما مو پوینت خود در یک ورق خاکه به اصطلاح میداشته باشیم در اون ما میرسون. ولی تشخیص برنده شدن راون یا بازنده راون به اساس 10 و 9 داده میشه. اگر ما یک ورزشکار مثلا ممکن در یک راون مثلا 15 مش زده و یک 20 لگت زده. درست اگر ما برسونیم اینجا همین خود سیستم نمرادی ما برهم میخوره. ما به اساس 10 و 9 میتیم. 10 به این مفهوم که یک ورزشکار از خود توانمندی بیشتر انجام داده، حرکات مؤثر و ضربات قوی انجام داده و 9 کسی را میتیم که ما مثلا از این ورزشکار کرده کمتر فعالیت داشته. یعنی نمایندگی بله. پوینت هایی که ای از مشتا و حرکات های مؤثر خود میکنه بله. دانو نمایندگی از زور نمیکنه. البته نمایندگی از زیر میکنه که کی راوند برده. بله کی راوند برده با اساس به اساس بله. یعنی میتونه یک آدمی که فرض مثال یک نفر است 20 تا حرکت مؤثر بله. داشت. نفر دیگه است که در اونمو راوند 15 دانه حرکت مؤثر داره. خب او 20 15 اعلان نمیشه، او 10 اعلان میشه. 10 اعلان میشه بله. 10 نو 10 8 ایران برام تشریح کنین که 10 نو چی است و 10 8 چی است؟ 10 7 چی است؟ خب 10 نو رو خب به شما گفتم که 10 کسر مو میتیم که از خود توانمندی بیشتر انجام میده، حرکاتش، مشتش، حملهش، زدمله تمامش نظر به فایتر کمرای فایت میکنه بیشتر است. و فایتر دیگه کمروزی فایت داره، این نظر به این حرکاتش کمتر است. درست است حرکاتش کم است. اینجا ما امور پیش خود به اصطلاح تشخیص میکنیم. طور که من قبلا هم گفتم که در ورق ما به حساب خاکه یک کیچی میکنیم، چون که اگر ما نمیتونیم ما راوند در ذهن خود نگاه کنیم، اینجا ما مشخص میسازیم یک موضوع. و ده هشت به کدام اساس میتیم؟ ده هشت ده واقعیت است که کسی است که برده. بیشتر با کار کرده برنده شده. هشت کسی را میتیم که به حساب میشه در جریان فایت از طرف دار وسط فرزن یک پوینت ببخشید یک اختار برش داده شود. اینجا ما یک نمره ازی را مثلا کم میکنیم. یک حالت است. یا میشه در یک راوند دو نمره ازی کم شود. هشت ما اینجا میتیم. و دیگه نسبت به ای که مثلا ما بر از او دادادیم بسیار ضعیفی میکنن. ضعیفیش یعنی اگر تخمین یعنی مسابقه یک طرفه بله باشه. یک طرفی بسیار هم نباشد اگر. که اگر مطلق یک طرفه باشه بازی هفت مستحق هفت میشه یا به اصطلاح لات زیاد خورده باشه. یعنی ده نو اگر کسی میگیره مسابقه نزدیک است. نزدیک است ده هشت که کسی میگیره مسابقه بله. فاصله پیدا کرد، یک نفر خیلی زیاد کار کرد بله. بهترتر کار کرد دیگه. البته بهترتر کدام لغت نیست، زیادتر کار کرد از نفر دیگه. فوق‌العاده‌ای زیاد بود. ده هفت باز نفری که هفت گرفته بازی بیخی باز... یک طرفه است. واضح سرکات کار نمیکنه، مثلا گره زیاد میکنه، حتی بسیار لط میخوره. در این حالت ما برش هفت. یک نقطه دیگر رو ما میخواستم بگویم که داور کنار هرگز به اصول اختار یا فاول داده نمیتونه. تا زمانی که داور مرکز از طرف از اون مسابقه استاپ شد و یک پوینت کم شد، بعدا باز ما چی میکنیم اینجا؟ استاد خواه. یعنی داور کنار حق نداره که اگر زیر چشمش هم یک فاول شما ببینین بله درست است که قصدن هم فاول زده. داور مرکز اگر ندیده باشه، چون استاد خیری گفت داور مرکز فقط حق داره که فاول اعلان کنه، اگر او ندیده باشه شما دیده باشین، شما میتونین که نمره رو کم کنین از صلاحیت خود؟ نه خیر هیچ. پس که داور وسط ببخشین داور کنار فاول گرفتن نمیتونه به هیچ وجه تا که اشاره خود داور وسط نباشه. بنانی رو ما صلاحیت داور کنار نمیباشه. یعنی اگر زیر چشمتان یک کار شده باشه شما نمیتونین که نمره‌ش کم کنید. نه خیر نه. در صورت از دید من میشه که پیش از مثلا برگزاری مسابقات اگر یک روشنی مثلا انداخته شو، اگر همتون اگر عکس العمل انجام شوه مثلا داور وسط دیده نتونه، داور کنار میتونه که گپ بگیره، ولی در غیر از او به هیچ وجه گرفتن نمیتونه. او به خاطر از این دوستای عزیز که داورای کنار عموما 3 یا 5 میباشه و اطور است که هر کدامشان در یک زاویه خاص شیشته میشه. پنج زول قفس یا سه زول قفس شیشتن میشه که شما که در یک زاویه شیشته باشید
شما یک فاول ببینین، خود داور دیگه او فاول نبینه، و اگر این صلاحیت برای داور کنار بتیم که فاولا را خودشان بگیره، باز این یک تضاد کلان پیدا میشه در بین خود داورا که از یک دو زاویه دیگه یا سه زاویه دیگه که اونمو فاول دیده نمیتونن، باز قضاوت از این خیلی زیاد جنجالی میشه، مشکل میشه. بهترین آدم که همیشه، چون که دگشت است، همیشه باید در زاویه باشه که مسابقه رو بسیار از نزدیک ببینه و از هر جای کنترل کنه، داور مرکزی است. پس هم صلاحیت فاول گرفتن ازی و تذکر فاول که است در دست داور مرکزی می باشه، و اگر او دیده نمیتونه، از یک زاویه بسیار مشکل است که یک داور ببینه چی که کلگی اونمو فاوله ببینه. ما استاد خیری البته یک برنامه داشتیم که در اونجا یکان دفعه میشه خود داور مرکزی هم متوجه نمی باشه، خود داور مرکزی هم نمیتونه که یک فاوله ببینه، انسان است، خطا میشه، مسابقه است، هیجان زیاد داره و دیگه موضوعاتی که هست باید او را هم داور کنترل کنه. یکان موضوعات خرد و ریزه می آید بین. خود داور کنار به این خاطر هیچ حق نداره که فاول نشته کنه، چون که او از یک زاویه دید داره و سه داور دیگه هم است که باید اونمو چیز ببینه تا که اونمو کنفرم شوه. اگر نه، بهترین آدمی که فاول میتونه ببینه خود داور مرکز است. دیگه اگر کدام استاد خب موضوعات دارین که پیش ببرین؟ تشکر. گرچن عموماً موضوعات گفته شد و در زمانی که 3 راوند یا 5 راوند می باشد، نمرات باید جمع شود، جمع نمرات داده شود، برنده و بازنده باید اعلان شود. یک دقیقه استاد. بله. خوب شد. از یادم رفته بود، خوب شد در یادم آوردی استاد. زیاد مردم میگه این 2 راوند برده، راوند اول برده، راوند دوم برده، راوند سه 2 راوند برده بود، چطور مسابقه را باخت؟ این سوال زیاد میشه. میگه راوند اول و راوند دو را برده بود، این چطور مسابقه را باخت؟ استاد، آیا مسابقه MMA راوند در راوند تصمیم گرفته میشه یا مجموعه نمرات 3 راوند یک جای میشه برنده را تشخیص میکنه؟ نه خیر، در مسابقه MMA راوند در راوند درست است که ما برنده را مشخص میسازیم، ولی ما جمع نمرات هم میتیم. مثلا یک کس است 28 نمره برده و حریفش هم فرضاً 26 نمره، ما در جمع نمرات ما برنده خود و بازنده خود مشخص میسازیم. به شکل دیگه به اون رقم راوندران که ما مشخص میسازیم درست است، ولی اون رقم محاسبه ما نمیتونیم کرده. محاسبه آخرش مجموعه اینم کل جمع نمرات است، و در اخیر هم وقتی که ما جمع نمرات دادیم درست است امضا میکنیم، نام داور کنار باید نوشته شود، و حتی مثلا در بعض مواقع میشه که ما خودمون را تجربه کردیم و نوشته کردیم، یک فایتر عریف خود مثلا یک حرکت در قسمت های مثلا در راوند اول یا دوم و یا سوم واقع میشه که نکات میشه، اونم مشخص اگر تا کمی که واضح نوشته شوه در مقابل بسیار خوب هستی، چون سرکم اون بر از اون واضح میشه بر همگی وقتش نشته میشه. بله، تایمش خود تایمش کمی که مشکل است، ولی اگر نوشته کنیم که توسط ساب میشن یا مشت یا لگت، اینی انت یک واقع شد و احمد برنده شد و محمود بازنده شد. دوستای عزیز، میتونه که یک ورزشکار راوند اول 10-9 ببره، راوند دوم 10-9 ببره و راوند سوم 8-10 ببازه؟ در این حالت چی است؟ در این حالت مسابقه مساوی اعلام میشه. البته اگر اینمی تصمیم هر سه داورا گرفته، اگر هر سه داورا در اینمی تصمیم بودن مساوی است. میتونه که یک مبارز مسابقه راوند اول 9-10 ببازه، راوند دوم 9-10 ببازه، راوند سوم 7-10 ببره؟ باز اون میتونه که در آخر برنده شوه، فقط در بردن راوند آخر خود. پس چون که مجموعه راوند ها، نمرات مجموعه راوند ها که حساب میشه و برنده را مشخص میکنه، نه مجموعه راوندی که یک مبارز برده. بس این بسیار زیاد مهم است، ایره باید ما واضح می ساختیم. استاد، اگر چیز داری که تشکر بدیم؟ تو موضوعات عمده و اساسی رو من ذکر کردم، همچنان شما بیان کردین. تشکر. اگر با دوستا جوان ها اساتید کنم سوال داشته باشند، میتونیم که در قسمت برشان جواب بدیم. تشکر بسیار زیاد. این قسمت از دوستای ما کسی که شیشته و مسابقه هم داره، در رو استاد قیس جسور هم هست همراه ما. استاد خیس جسور یک چند دفعه البته من متوجه بودم یک چند تا سوال داشت.
ببینیم اگر اینجا کسی در بین کوچایی که آمده یا فایترایی که هست اگر کنم سوال مشخصی داره که از استادا پرسان کنه یا سازمان SLFC پرسان کنه که ما بتانیم بهتان جواب بدیم. فکر میکنم استاد ایرج یک چند تا سوال داره. بله. استاد ایرج البته همه گیتان مشناسین، سرمربی تیم ولف پک هست. ببینیم که استاد ایرج برای دوستای ما البته داورای ما چی سوال داره. با پیش از پیش اول سلام و احترامات به شما و کل بیننده های عزیز. من یک ذره از خوردی اوشپارک هستم. دیگه وقتی که گپا گفته میشه باز گپا شاید از با خطا خورده باشه، خب بازم بسیار کوشش خود کردم که دقیق گوش بگیرم. یکی درباره فاول که فاول صورت بگیره در راوند اول یا در راوند دو و سه. در راوند اول مثلا که فاول صورت بگیره لو کانتست هلال بشه به تو صحیح فهمیدم. هلال یک دروازه رو باز دوی بالا به باز فایترها مثلا که در فایت که در آود دید که والا گپ از گپ تیر است فایت برده لبیتاره ای چانس نداره اگه فاول قصدی بزنه. در این صورت شما چی تصمیم بگیره؟ یعنی اگر او فایتر امی رسک قبول میکنه و به می اندازه مثلا که باز چهار ماه یا سه ماه دیگر مثلا بازی میخواه که یک بازی رو خراب کنه، یعنی سازمان میخواه که مثلا یعنی سازمان اگر اتو یک برنامه را داشته باشه خب طبعا اکثر فایترها در بلک لیست میرن چون میخواه برنامه یک سازمان خراب کنه، اینو طبعا داور میفهمه صحیح است و این خونو کانتست میشه بخاطر از این قانون است، قانون باید پیاده شه. بر از این نمیشه که مثلا ما یک رای بیرون رفت دیگه پیدا کنیم که بگیم نه بدر این قانون است از این نه ما اینی کارو باز انجام میدیم، چرا قانون گفته که نمیتونه کار اگر صورت میگیره باید نو کانتست شوه در راوند اول. یک کمی میخوایم مصادرش سر ازیم اشاره کنم، البته شاید اگر درستر فهمانده بتانم، اگر قصدن یک آدم اینمی کار میکنه صلاحیت داور است که البته دیسکوالیفای کده اونو نفره اون جای به جای، یعنی او میتونه که مسابقه رو واگذار کنه. نه کسی که بهانه جویی اگر بهانه جویی میکنه و یک فاول است که در راوند اول قصدی نشده نه با قصدال مطلب به ایست با خود بسیار فایترها رو دیده و تا باز کسا بسیار مشهور بودن میگفتن که چیز از برو فایت خدا بکنم و از زور بلا رسید یک کلا خواست یا یکی دوی چیزش میزنم که تو چیز بلای بازم نه؟ یک چیز حقیقت است که هست الان اون فایتر دیگه بسیار تیاری گرفته، این آدم شاید تیاری صحیح نگرفته باشه دیگه، این آدم تا کار بکنه که خوب صحیح رفری ببینه ججا ببینه کلگی ببینه که این آدم از قصدی کار کرده یا که کلا زدش از قصد دیسکوالیفیکیشن است. اگر در رد و بدل تکنیک یک فاول صورت میگیره که نفر دیگه عمدی یا قصدی نمیباشه او سه سو خو بله او خو واضحه پس یک چیز دیگه الهال که این چیز هم صورت میگیره ما نمیخوایم که الهال فایترها از این کدام بفکورای بگیرن، مثلا یک فایتر است با نمراتش پایان است و فایتر دیگه بفهمه که از ما میبره، بعض وقتا در کوانر هم گفته میشه که از قصد یک جایش فاول بزن یک فاول زده بشه خیلی به حساب این فاول به حساب برش واردیگ داده بشه یا برش بگه که دیگه این فاول رو باسته رازه در قدم اول که ما فاول زده میشه فاول ما میبینیم که چقدر یعنی طرف مقابل متضرر شده، در اول ما برازو یک تذکر میتیم، یعنی یک اختاری نمیشه تذکر میشه که این فاول تکرار دفعه دوم نکو و این فایتر کوشش میکنه که بر بار دوم همین فاول تکرار میکنه، او زمان ما چون فاول فرق میکنه، مثلا بعضی فاولاس که مثلا در بیزه زده میشه اینه برای دفعه دوم و سوم مایره نمیمونیم، برای بار دوم اول میگیم که همی کار مثلا فایتر میبینیم اگه حالت مثلا ناراحتی نشان میتم میگه که ما در بیزه ما ضربه خورد ولی ما میتونم فایت کنم، ولی ما در اینجا بازم میبینیم که همی فایت مثلا همی ضربه را قصدن زده متوجه هستم، اینجا بازم کو میگه ما فایت میکنم ما بازم میره استارت میکنم برش تذکر میتمشم میگم میشه که تو این کار دفعه دوم انجام نته، اگه بار دوم انجام میده همین تو یک کاره که او حالت میشه که مثلا فایتر دیگه ادامه بازی داده نمیتونه و راوند از مورد نظر ما میگیریم یا فایتر که مثلا بهانه جویی میکنه، یعنی شرایط هایش مد نظر گرفته یا دیسکوالیفای میشه یا که مثلا راوند تمام میشه در راوند دو میره ما نمره داورا رو جمع میکنیم مطابق از اون فیصله خود میکنیم، یعنی تو قید شده نیست که یک فایتر مثلا ضربه را بزنه و ضربهش مثلا مقدار از او معلوم نیست که دلاله که ضربه از چقدر در او قسمت مؤثر بوده یا نبوده، هدف ما سر عزیز که داور عام تام صلاحیت داره
که اونمو فایت یاد مطابق از اونمو ضربهش در راوندش یاد دیسکوالیفای میکنه یا ای که مثلا نو کانتست اعلان میکنه و بازی را غیر نتیجه میشه. سوال به دقیق این است که مثلا یک کس فاول بخوره دفعه اول یا دفعه دو ببی اینال فایت استاپ بشه، ای ججنگ با چی رقم صورت بگیره؟ ای نو کانتست اعلان بشه یا برنده که اعلان بشه؟ زی اگر در راوند اول بود، امی ضربه در راوند اول بود قصدن خورده بود، طرف مقابل دیسکوالیفای میشه، درست است؟ اگر مثلا در راوند دوم همچین کار صورت میگیره و چیز نیست، یعنی قصدن نیست، اگه تبادل تکنیک بوده ببینیم که مثلا طرف مقابل امون لگت زده ولی هدفش نبوده که دمت یک جای اصابت کنه، اینجا ما چی میکنیم؟ 5 دقیقه وقت میتیم برای زو نفر، بعد از 5 دقیقه همین قانون که سازمان SLFC داره 2 دقیقه دیگه برشان وقت داده میشه که 7 دقیقه میشه، 7 دقیقه بعد ما پیش خود فیصله میکنیم که بعد کدام از اینا مثلا همین چیزا نمرات فایترها جمع میشه، جمع بندی میشه از نمره فایتر، باز ما مثلا فیصله خود میکنیم کدام از اینا برنده است. بعض وقتا صورت میگیره که در راوند دوم همچین کار صورت میگیره که بازی مثلا قصدن نباشه طرف دیگه مثلا همین بازی را انجام دادن نمیتونه، اینجا ما بازی را نو کانتست اعلان میکنیم، یعنی بدون کدام نتیجه این بازی هم تو میمانه، یعنی نه طرف مقابل امتیاز داره نه طرفی که منتظر است. اینم چه دقیق به حساب بی کنسرن چیز با تشویش بده بیجاست، تشویش بده بیجاست که فایتر خوب صحیح ویفا گراوند اول باخت، راوند دوم باخت، راوند سه و با باخت روال است، یک فاول خوب و تخلیقی فاول بزره برنده را که تو به حساب آسیب برسه لکه اولا چیز کرده دوا بتا و اینجا که وقتی که فایت استاد بشه باز مثلا ای وارنت نمیکنه چرا فاول اول است که این را فری دسکوالفای کنه، صحیح شد؟ مگر او بچه که برنده بود واقعا لوگار شده آسیب دیده او بگه من فایت ادامه داده را بتارم الان این هم که لوکال تست با دو نمرات جمع میشه، دو حالت نمرات جمع میشه مطابق نمراتی که داوران میاره داوره کنار فیصله میکنه که طرف مقابل خود دراوند برنده بود، ولی این آدم که دراوند پس مونده بود از این نفر این یک عملی که مثلا نباید انجام میداد انجام داده و این فایتر هم میگه من نمیتونم فعلا، ولی ما میبینیم که فایتر هدفش غلطی نیست، یعنی کدام فکر دیگه نداره، راوندار هم پیش بوده، تسلط زیادتر هم سر فایتر ها داشته، ولی آل فعلا نمیتونه که نمیتونه نمرات جمع میشه، هر کسی که نمرش پیش بود برنده است. با مطلب شما را گرفته، بلاله یک چیز سلی روی دیگه. استاد رش، از بحث بیرون برایم، نه بس نیستی بسیار مشخص است. چرا که الالی بچه برنده است، استعمالای خود از دست داد. شیبه خود از دست داد، دفعه دیگه بازنده است، برنده فاول بزنه از قصد، از قصد فاول بزنه فایت استاد بشه، الهال سکوره گه باشی شکل بازنده فاول بزنه یا برنده؟ بازنده فاول بزنه، برنده فاول بزنه بازنده را قصدن فاول بزنه؟ قصدن بزنه دیسکوالیفای بشه، خب فاول اول هم دیسکوالیفای بشه؟ بستگی به فاول داره، اینال اگه طرف مقابل باز میخیزه میگه من میتونم که امی کار انجام بتم مشکل برام، یعنی مطلب بایزه بایزش میزه و میگه اوه ببخشی با از قصد نزدم، صحیح شد؟ او بچه دیگه بسیار قدرگار میباشه که ادامه نمیتونه داده، اینال سکور دیگه از ایچی رقم باشه، اینال اینجا سکور نیست، اینجا سکور نیست، این زمانی که در طرف مقابل تو میزنی میگی من قصدن نزدم، اینجا ما میبینیم تو قصدن تو کار انجام دادی، درست است؟ ما خودم میبینم که تو قصدن انجام دادی، خود فر فایتر بگی که بگیر قصدن بزنه میگه من نزدم قصدن، ما والا هدف ما اونجا نبود، هدف ما قسمت بود، هدف ما قسمت بود، اونجا ما زدیم. اینجا داور وسط باید از عقل خود از تجربه خود استفاده کنه که اونم اونجا بازی را ببینه که قصدن کار انجام داده، خدا کنه که سه راوندم در لحظات آخر راوندم راوندش پیش رفته باشه ولی قصدن هم کار انجام داده در قابل از فایتر باید دیسکوالیفای شوه. ای برنده دیسکوالیفای شوه. بسیار خوب. یک سوال دیگه امی به حساب او رختن. بله. او رختن ما گفته که چیز بشه اینجا پوینت گرفته بشه که او مثلا یک طرف او زیادتر ریخته باشه. استاد می او ریختن یک مشکل بسیار کلانی است که بار بار مد خودم هم در کامنتری ششتم که قیصری و خودم هم انتقاد خیلی زیاد کردیم، اول خب باید همین چیزا را خود کوچا و اودارا مراحت کنه که نمیکنن و ما دیدیم اگر فایت زکی رسولی را شما ببینین با یکی از فایترهای فکر میکنم روسی بود که اونجا یک دو دفعه لخشید زکی رسولی و در مسابقات که تیر شدم این شکایت زیاد بود که او میریزن یا
او ریختن استاد به یکان فایترها فایده داره، چون که او نمیخواهند استاد پای کار کنن و زیادتر وقت اونمو کنجی که یا میفهمن که این جاوه است، امکان ازی زیاد داره که نفر بلخ شو یا سر بیاین کار زمینی شروع شو. پس یکان تایش، یکان تایش کلگی را گفتن میتونم، یکان تایش قصدی کار میکنه، یکان تایش از پیشون اشتباه میشه. خود اینجا سازمان SLFC البته یک کم اتوم ملامت هم است، به خاطر ازی که ما بوتلا را برشان میدیم و این بوتلا را که یا واز میکنن و خودشان میخورن، باز پف میکنن در دانشان یا چیشان میزنن در بدنشان میزنن، اینه باید ما یا اشتباه چپا بشه، سطل چپا بشه، بله. کار بشه. اینه به برنامه بعدی انشالله به فقط تازه ساختن روی که یک ذره او اگر او یخ در روی میزنه یک چی ورزشکار یک کم تازه میشه و تازه نفس میشه به راوند بعدی، کوشش میکنیم که از اون سپری هایی که استفاده میکنیم در داخلش او انداخته اون سپری ها را تیپ زده که او را کس کشیده نتانه، برای مربیا میتیم یا به کوچا یا اودارا که اگر در روی میخواین فقط به یک تازگی یک سپری بزنن. غیر از این ما همیشه آیس پک میتیم، یعنی یخ میباشه داخل پلاستیک، از او زیادتر مردم استفاده میکنن. خو یکان چیزایی هست استاد که امی اخلاق ورزشی خودش باید نه مربی را نه او فایتر را نه اودارش اجازه بده که همچون کارا را بکنه، یعنی با خود با سازمان هم کسایی داریم که به او چیز کنن. بله سازمان اگر شما در تلویزیون دیده باشین، بله در داخل راوند بعد از هر راوند البته زیادتر وقت تر میشه که 20 ثانیه 30 ثانیه یک دقیقه اضافه تر میگیریم ما تا که بچه ها داخل در آیه و اینمی جای از او پاک کنه. باز هم او یک چیزی هست که زود خشک نمیشه، هر چی کار کنی یک لخشیدگی داره اونجا، یک ذره نم میمانه. پس از این جلوگیری به این شکل میشه که ما هم خودم میخواهیم من حیث سازمان یک ذره مقصر بدانیم دهی که ما ابزار درست برای کوشایشان نمیتیم که بعد از این میتیم انشالله. و بعد از این هم اگر کسی طور یک کار کرد که اواریخ سر چی، اینجا داورای مرکزی که هست اختیار کامل دارن که به خاطر کارنرشان یک پوینتشان پیش از راوند دوم که شروع میشه، از راوند اول یا پیش از راوند دوم، از راوند دوم هم میتونن یا کات کنن، چون که راوند اول تاثیرگذار سرشان نیست. راوند دوم که از یک پوینت کم یا شروع کنن، باز یا با زورش هم میفهمن که یک راوند یک پوینت پورا کردن چقدر مشکل است و باید این کار نمیشد. اگه اجازه باشه یک تذکر و یک سوال دیگه دارم با وقت بسیار. از کی؟ از من. بله اینجا یک چیز خوبه میخواستم که تذکر کنم به حساب درباره فاول، که وقتی که یک فایتر با قستل با یک رفری گوشتا بگیره، رفری برش میگه 2000، رفری برش میگه که به حساب اینی کار لکو و این قستل به رفری چیز کده باشی فاول است. و دیگه دندان گرفتن مثل دندان کندن این فاول است. و یکی میخواستم که چیز البوی که فاول است ایلی بیره لطفا تشریح کنید. ما بالایم عرف استاد عرف اولتون میایم بخاطر خلاص هم شوه. بعض فایترها را میگن که مثلا داو نزن یا او دانتا مثلا ننداز یا یک اکسل عمل های غیر اخلاقی که باید اگه ورزشکار انجام نتا انجام میده. اول خود ما در اکسل عمل اول ما برازی است که دستشان ما میگیریم فایت استاپ میکنیم، یک نمرهشان ما دایرک کم میکنیم، چون ما برازو در بین فایت گفته میرم که تو کارها را انجام نتی یا فایت کو یا چرا کمکاری میکنی، این کار خود ما میکنیم. میبینیم کارهای از اینا ادامه پیدا کرده میره بیش از حد میشه، دایرکت دیسکوالیفای میشه، چرا بازی اینا اخلال میکنه و بازیشان هم یا فیک میباشه یا یک فایتای جورکدگی میباشه. اور دیگه شما در سازمانهای دیگه هم شاید دیده باشین که ما در افغانستان شاهد اونتو بازی ها بودیم. حالا میایم بالای ازی که گفتین که البو بر ما فاولای البو رو بر ما بکنین، درست است؟ فاول در البو فقط در 90 درجه که از بالا مستقیم در قسمت سر یا در پشت کله یا در ستون فقرات مستقیما حسابات میکنه که نفر کمرش پایین میکنین میزنین، یا در حالتی که بالای سرشان هستین اونا نشستن از بالا میزنین مستقیم مثل یک میخه که در یک جای در یک جای مستقیم میزنین. در فول گارد وقتی که میایین بالای سرش خود مندازین از این حالت به پوزیشن بالا به این شکل مستقیم مثل که یک میخه میکوبین، این حالت فاول داره. به این شکل که از بغل میزنن اورنجا که در مویتای زده میشه این فاول نداره، به این شکل که از بغل میزنن در این قسمت های بغل فاول نداره. قسمت هایی که فاول است از آرنج در این قسمت هاست، پشت کله این همی قسمت هست،
دیگه فاول مورس ستون فقرات مورای کمر است و اگر دفر د گارد شوا ششته باشه از زیر به این شکل وار کده بیتر بسرش از کده کلام گارد د آف گارد باشه؟ نه نه در گارد شوا و از زیر است و لفر بالا است و از زیر درست است ما فهمیدم شما به این حالت میگین به این شکل درست است به این شکل که میزنیم شما ایر با زیر شما میتونید مشاهده کنین ما این قانونای MMA را مطابق قانون جهانی MMA پیش میریم که ما در بازی UFC هم دیدیم که بسیاری فایترها در ترینگل بند میمانه به این شکل به این شکل ضربه میزنن به این شکل ضربه میزنن به این شکل ضربه میزنن کدام مشکل نداره ایلوی در لطفا از با خدا از با خفه شوه نه خدا با کدام بزرگ کلال چیز بگیره من قانون پیشتر دیدم که داونورد بگن داونورد وقتی که غلطی دلی داونورد گفته نمیشه که مثلا بشه اگر نفر از بالا باشه داونورد اینجا را بزنه داونورد اینجا را بزنه او داونورد گفته نمیشه از این شکل یک چیز بسیار بسیار کلالش که جان جونز مت حمله که زد که دیسکوالیفاید شد یعنی این شکل که بیایه داونورد خو میایه مگر این اردوش یک چیز است مثلا که کس فاول نیسته اینا رو من میخواستم بگذاره چرا ما در بازی قبلی هم فکر میکنم که سمیر رحیمی همراه آرش سیدخیلی بود و می شکل روان بود بچه ها شما فهمیدید کلاگی جک ششتر؟ بله فهمیدم تا پویش بید؟ یعنی استاد امیجا اگر نبودی چی سا در قوانین MMA هست 90 degree downward motion بله شما در فول ماونت هستین درست هست؟ در فول ماونت هستین اول خو امکان نداره که شما او را بزنین شما اگر این رقم ششتین اگر این رقم میزنین چی رقم میزنین شما نمیشنین بیشه استاد جان جان جونز هم زد چیزه نه نه جان جونز دستادکایی زد نه 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 بعد همون که غلطیده بود که زده شد ما اگر باشد که میتونیم که اینو چی کنیم اینجا زده میشه اینجا مثلا یکی حالت استادکاییست اینجا حالت استادکایی داونورد فاول بود بله این داونورد گفته لبشه نمیشه باز غلطه سوله اینجا با اصلا این فاول است این فاول است صد فیصد فاول است این نیست فاول این نیست فاول نیست نیست فاول نیست فاول نیست فاول نیست فاول نه به شکل مشکل نیست این یک مستقیم به اصطلاح آمیانه بیاین یک بار دیگه بیاین از بالا به طرف پایین فاول از بالا به طرف پایین از بغل مهم نیست نخیلی باز بالا چیزی که میخواید بگویم چیزی که بغل نراجع استاد فاوله دا بالا نه نه دیگه دا بالا نه نه دیگه دا فاوله درجه میشه چی 90 درجه را که از این طرف 90 درجه مودس مو گرادوسش دار خورده ولی از بغل مو نمه فاول نیست از این طرف چی تو بزنی چی تو بزنی یار فاوله است ابو اس یا گپ فاوله است استاد جان 90 درجه من این نیست فاول اینطور شما زدن نمیتونین انمی وقتی که ببینین اینطور میزنی چون از 90 درجه پوان میزنی بیا ما یک تشریح کنم زیادتر دیدین که از اینمی حالت اینطور مردم میزننه آقای جسور از اینمی حالت اینطور مردم میزنن از اینمی حالت هم که هست مردم برش میکنن اینطور میزنن درست است؟ یا فاول نیست این فاول است درست است و اگر از اینمی که شما بالا میزنین این هم فاول نیست از اینجا اینمی فاول است راست دیگه فقط اینمی 90 درجه را که هست شما مراد کنین دیگهش فاول از بالا با پایان با اجازه استادا سلام تقدیم میکنم به همگی استاد ما به خاطر اینکه در مورد زانو هیچ صحبت نشده زانو دولت های استادا فکر کنم که آزاد است چی در روی باشه چی در پهلوا باشه یا در شکم یا آبگاه ولی در زمین گفته نشد که چه قسم زانو استفاده میشه مثلا سازمان ها مختلف هست باید سازمان ها در روی هم اجازه داره زانو رو بزنن ولی سه قسمت وجود آدم در زمین باشم فاول گفته میشه یعنی در حالت که شما به این شکل هستین سعی کنین به این شکل فاول زده میشه سعی کنین یک دو سه پیش بیاسات این که در این حالت میباشن در سر البته به این شکل یک دو سه فاول است در روی خوبی خیلی فاول است در اینی زمان فاول گفته نمیشه یعنی در اینی زمان
حالت می باشه که دو قسمت بدنش در زمین است، در قوانین SLFC اینمی قوانین است و در قوانین جهانی هم اینمی یک شکل داره. سعی کنین اینه به این شکل و به این شکل چهار قسمت بدن، یکی مثلا پنج قسمت میشه. خب کلی فاول است دیگه که نفر میزنه اون فایتر مقابل بغلا میشه. بغلا است چی؟ آزاد است. بغل از گردن پایین، زمان در زمین شما میرین از گردن پایین. دوان افسی در روی هم میزنن؟ دوان افسی در روی استفاده میشه، ولی در قانون سازمان جهانی MMA یکی دوان افسی چرا رقم قوانین از خود کشیده و کار خودش است، چرا قانوناشون فرق میکنه. دوان افسی در روی هم میزنن، ولی در UFC یا در ACA بریم یا در بریو و SLFC از گردن پایین مکمل استفاده میشه. نه استاد، به حالت مثلا بعضی سازمان ها هسته که اگر در این حالت باشه زانو را در بغل ها فاول میگیرن. نه از ما فاول نیست. فاول نیست، یعنی آزاد است. یعنی در قسمت های بغل میتونه شما راحت زانو بزنیم. دیگه کسی کدام سوال داره؟ ما میره میخواییم براتون بگویم. ما قبلا میخواستم سوالشان رو تکرار کنیم چون که در مایک نامد. سوال از یا ای بود که فایتر میخواییم، مثلا ما میخواییم مشت بزنم ولی طرف مقابلم در عین حال که میخوایم مشت بزنم خودش روی خود دور میته و او اصابت پشت کلش میخوره، این فاول گفته نمیشه، این فاول گرفته نمیشه. چرا خود از اومته کار خود دو میشه که وقت خودت میبینی که مثلا پشت کلی خود دور داده دو میشه مثلا میزنی، ما برات میگم که فاول است نزنی. ولی در عین حال بعض وقتا میشه که مثلا یگان پای مثلا میخوایم بزنین اینی قسمت درست است، او فایتر میشینه خودش، ما میبینیم فایتر خودش دیگه کمک خود پخش میکنه در بیزی از او میخوره. یا مثلا گردنش گرفتین زانو میزنین در شکم، او به خاطر از اینکه بخواد زانو در شکمش نخوره یک کمک جمپ میکنه، ایده بیزی از حسابات میکنه. اینو ما میبینیم چون ما نزدیک باید فایترها رو کنترل کنیم و ما در فکر از هم نمیریم که فایتر اونجا میگه که والا ایده بیزی مزد. ما میفهمم که ایده بیزی خود زد درست شد ولی اشتباه از خودت بوده و اینجا رویت خودت دور دادی که مثلا مشت پشت کلیت حسابات کرده دیگه. اینو داور وسط اجازه داریم که ما در پشت سر مثلا بزنیم. یعنی آقای دستور میگه مش تا کدام اندازه پشت اجازه داره که زده شد؟ باش که ما براتون بگویم مش فقط اینی قسمت از این قسمت گرفته تا به اینمی قسمت مشت اصابت نمیشه. اینجا مشت میخوره درست است، این نرمالی ده اینمی جا مشت میخوره در گوش میخوره، این قسمت هاییست که آزاد است. ولی مستقیم که در اینی قسمت اصابت میکنه و در اینی قسمت که آرنج اصابت میکنه یعنی 90 درجه میشه، 100% اینجا دیگه 90 درجه آرنج استفاده میشه. اگر مشت وقتی که ما میزنیم در پشت سر اگر با گوش تچ داشته باشه فاول حساب نمیشه، یعنی هر قسمتی که میزنی فقط مشت با گوش تچ داشته باشه. وقت اینجا میزنی یعنی سعی کنه تچ میکنه اینجا. خب ما همینجا را آزاد براتون ماندیم، ما این فضا را براتون آزاد ماندیم، مشت هم اینمه قدر است. اینجا را که استفاده میکنیم مثلا فرق سر شما گفتین در البو فاول است. بله. اگر همار پنج در زمین در فرق سر تو بزنی چی؟ میتونین برام بگوین اینجا؟ استاد دقیقا میگه پشان شما بگیرین، ما پایین هستم شما. بله. در این حالت شما میتونین یا ما مثلا در گاردتون هستم شما میتونین که از البوهتون استفاده کنین. صحیح میذارم لفرق درست است. ولی ما از گارد گذاشتیم مثلا در سایت کنترول هستم یا در فول مانت هستم. اگر در ایجا ما همار پنج بزنم چی فرق داره؟ چون در روی ما میتونم نه فاول نیست، میتونین بزنین. خب شما MMA کار هستین میفهمین که اینجا هر چقدر که بزنین و گلوزی که دارین فایده نداره، به این خاطر نمیبینین این حرکت ها را زیادتر وقت در UFC در فایت ها. اینجا هر چی بزنی که حتی گلوز بزنی هیچ فرق نمی کنه. فقط این میره یک وضاحت میتم در رولز MMA است که اوپن هند یعنی دستای باز که است که دست باز مامیدی شما تروت اتک کده نمیتانین، در گلون زده نمیتانین شما. قفاق شما زده میتونین، نیدی است در مسابقه قفاق میزنه. یک مشکلشی است که اگر دستتان باز باشه و شما میخواین که به قفاق پیش کنین دستتان باز است و در چشم حریف که بخوره اونجا فاول گرفته میشه. به این خاطر مردم قفاق نمیزنه، یکو مؤثر نیست. قفاق است، یعنی زوری که مشت داره قفاق نداره. پس یک فایتر او گپ علیده است که اگر بخواین که حساب کسی را خراب کنین. دوستان یک ذره گفتگوهای ما گفتیم که یک بسیار فضای دوستانه است. این اینجا کلگی ما شیشته آقای نورستانی، کاکای نورستانی گفت سیلی گرچه در MMA فاول نیست، خب یک اصل ناگفته است که باید یک آدم
کس دیگر سیلی نزنه، به احترامی برش نکنه و اخلاق ورزشی رو باید نگاه کنه. همچنان رقمی که ما گفتیم که استاد خیری بیان ایره میخوایم برتون درست نشان بدیم. اگر من استاد هستم به این شکل و زانویم راست است و خلاف مفصل ما استاد خیری لغت میزنم، این خیلی خطرناک است، گرچه این فاول نیست. استاد کامرا حالی ده سر زانویم فوکس کده، شما میتونین یک لغت بزنین که ما نشان بدیم. این کار بسیار به سادگی میتونه که زانوی آدم بشکنانه و این گرچه فاول نیست، سازمان SLFC را قطعا منع کرده این فاول است. اینجا ده دیگه سازمان ها فاول نیست، خود ورزشکار هم که است از اخلاق ورزشی استفاده میکنه و این کار را نمیکنه، چون که حیات یک نفر به خاطر یک مسابقه نمیخواد که خراب کنه. دیگه اگر کسی سوال نداره، استاد ایرج نورستانی صاحب عزیز، لطفاً همی اجماع کلگی را بازم سر از بفرق اعلان کنید شما که علی که البوم میتال زده اینجا و بوکس همر فست هم زده بشه بفرق. همر فست هم زده میتونین شما، درست است، در فرق سر. شما البوم هم زده میتونین در فرق سر، در وقتی که شما در زمین هستین، درست است، اگر از پیش به پشت سر کش میشه البویتان، نه از بالا و پایین. بله، اینجا دلترست به این شکل، یعنی که اگر نفر در زانو باشه، اینجا در زانو قرار گرفته باشه و اینجا سرش بالاست، اینجا غلط است فاول. و اگر از زیر او میتانه منم زده، او را میتانه زده، من که سرش از اونجا به این شکل من البو میتانه زده. اگر سمی لگمخ کشه شما بیاین در سر استاد. سرت بون، شما اگر در این حالت هستین که پیش میتونین بزنین، ای الاود است، ای فاول نیست، ای را میتونین بکنین. بله، فقط از بالا با پایین شما نمیتونین که البو بزنین. تشکر. خب تشکر دوستای عزیز که با ما بودین. امروز برنامه ما خیلی زیاد طولانی شد. خب گپ اینجاست که بحث قوانین MMA و بحث MMA هم یک مضمون خیلی طولانی هست. دیگه کوشش میکنیم که نمی برنامه را به قسم برتان پیش کنیم که زیاد خسته کن برتان نباشه و انشالله عزیز که شما در SLFC شو و در استودیوی خود در برنامه آینده هستیم. با ما باشید، تعقیب کنین، لایک کنین، شیر کنین، سبسکرایب کنین دوستای عزیز. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتان.